درودی سرشار از مهر خدمت همیهنان هم شجاع و آزادی خواهم در پنجمین روز از اردیبهشت ما با مهمترین عناوین خبری در خدمت شما هستیم با ما همراه باشید پیام مهم شاهزاده به مردان ایرانی از زنان و دختران میهنمان دفاع کنید وزیر جانی جمهوری اسلامی در مرز بازداشت در مرز پاکستان توسط اینترپل اما پیش از ادامه این اخبار از شما همراهان عزیز میخوایم که در این روزهای حساس با حمایت بیش از پیش خودتون از کانال کیوسک باعث ادامه دادن ما در این مسیر سخت بشید در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم پیام مهم شاهزاده به مردان ایرانی از زنان و دختران میهنمان دفاع کنیم در ادامه تشدید سرکوب زنان ایران توسط جمهوری اسلامی رئیس قوه قضائیه پوشش اختیاری زنان را با تحرکات دشمن مرتبط دانسته و از فراجا حمایت کرده است شاهزاده رضا پهلوی در پیامی اعلام کرد دفاع از زنان میهنمان یک وظیفه انسانی و ملی است شاهزاده رضا پهلوی در پیامی در که سرکوب گسترده‌ای که در خیابان‌های ایران علیه زنان کشور در جریان است نوشت دور جدید لشکرکشی اوباش رژیم زنستیز اسلامی به خیابانها برای تحمیل هجاب اجباری به زنان ایران نشانگر حراس درماندگی و شکنندگی روزافزون این رژیم در سطح داخل و بین است جمهوری اسلامی امروز پس از تحریم سیرک انتخابات از سوی اکثریت ایرانیان افتضاح موشک پرانی ناموفق به اسرائیل و ناتوانی در دفاع از حریم هوای کشور و نیز فلاکت اقتصادی ناشی از فساد و بی کفایتی ریشهدار بیش از پیش نزد مردم ایران و جهانیان منظوی و منفور شده است در این پیام آمده است که هدف رژیم ایران ستیز و رهبر حراسیده آن از این لشکرکشی خیابانی حراسف افکندن در قلب زنانی است که با ایستادگی خود در برابر حجاب اجباری هر روز و هر لحظه رژیم را به چالش میکشند و عقب میرانند شاهزاده رضا پهلوی افسوده که دلاوری گرد آفریدهای ایران را می ستایم و برای مردان میهنم پیامی دارم. امروز بیش از هر زمان دیگری در کنار خواهران، مادران، دختران و همسران و همه زنان ایران بیستید و زنان دفاع کنید. آنکه در این تجاوز سازمان یافته زنان ایران را میآزارد دشمن است. دشمن شما و دشمن ایران. دفاع از زنان میهنمان یک وظیفه انسانی و ملی است. در این مسیر آنها که به دفاع از زنان ایران برمیخیزند پا جای پای سلسله بلندی از جاوید نامان در درازنای تاریخ پرشکوهمان میگذارند می دلاورانی که در برابر متجاوزان ایستادند، گارد جاویدان ایران بودند تا خاک و نام ایران جاوید بماند. در دومین هفته از اجرای طرح سراسری نور و در حالی که در نخستین روزهای این طرح همان طرح حجاب و عفاف مورد بررسی در مجلس شورای اسلامی عنوان شده بود مشخص شده این طرح به شکل فراقانونی از سوی رئوس حکومت برنامه ریزی شده است مسئول این طرح وزارت کشور جمهوری اسلامی و مجری آن نیروی انتظامی است این در حالی است که نیروهای لباس شخصی که به آتش به اختیاران معروف هستند نیز از ابتدا در اجرای این طرح حضور پررنگ داشته و حالا نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم با مامورانی به اسم سفیران مهر به سرکوب زنان پیوستند این در حالی است که زنان ایرانی با مقاومتی ستودنی در مقابل وحوش خامنه ای ایستادگی می کنند صحنه ببینید زیبا از شجاعت و ایستادگی زنان ایران در برابر مزدوران دیکتاتور <applause>

ویدیو در طی روزهای اخیر و بعد از طرح جدید سرکوب دختران توسط خود مزدوران وابسته به گشت ارشاد جهت مظلوم نمایی و توجیه وحشیگری این کفتارها تهیه و به محافل قدرت ارسال شده است اما آنچه مهم است شجاعت شیر زنان ایرانی است که حتی جلوی کفتارهای نرماده زیر بار ننگ هجاب اجباری نمی روند و نه تنها مرعوب عرازل مسلح عمله حکومت نشدند بلکه با دست خالی محکم جلوی مزدوران میستند و از حق بدیهی خود در انتخاب پوشش اختیاری دفاع می کنند. شب گذشته نیز مردم تهران جرقه اولین اعتراضات سراسری را در متروی هفته تیر زدند و با شجاعت بی حد و حصر مانع بازداشت دختران جوان شدند. در آخرین ساعت روز سهشنبه ویدیوهایی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که نشان میداد مردم شجاع تهران در متروی هفته تیر با مزدوران علی خامنه درگیر شده و با شعارها و حلقه های اتحاد خود مانع رو بودن دختری به بهانه نداشتن حجاب می یک شاهد هم درباره این اتفاق گفته معموران در ایستگاه مترو هفت تیر تهران ابتدا زن جوانی را بر سر هجاب متوقف کردند و از او خواستند هجاب اجباری را رعایت کند اما او زیر بار دستور ماموران نرفت ماموران زن را به اتاقی در ایستگاه منتقل کردند چند نفر که شاهد این ماجرا بودند شروع به اعتراض کردند که به تدریج به تعداد معترضان اضافه شد و بعد از حدود 20 دقیقه با افزایش جمعیت و اعتراض مردم مأموران زن را آزاد کردند.

امنیتی کردن موضوع پوشش اختیاری با وابسته کردن آن به سرویس های اطلاعاتی غرب و سپرده شدن بخشی از سرکوب خیابانی زنان و دختران به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دور جدیدی در برنامه جمهوری اسلامی برای سرکوب اجتماعی با اعمال خشونت بیشتر علیه زنان و همه شهروندان است. همچنین نشستی از سوی شماری از اصولگرایان تندرو از جمله صادق کوشکی، مهدی جمشیدی، مومن نسب و کامران قزنفری که مدت هاست ها خواستار برخورد شدید با زنان دارای پوشش اختیاری بودند با موضوع عقبنشینی ممنوع برگزار شد در پستر این برنامه به وضوح اعلام شده بود که لایه فعلی حجاب رسمیت بخشی به حجاب غیر شرعی و بازگشت به دوران تاریک پهلوی است جمهوری اسلامی با رویه کلاک زنان در خیابان ها پیش گرفته موجی از خشم و انزجار عمومی را بیش از پیش به جامعه تزریق می کند. این در حالی است که ظرفیت اعتراضات گسترده علیه بحران اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی و مدیریت ناکارآمد حکومت زیر پوست جامعه در جریان است. فشار بر مردم در چنین شرایطی می سبب خروش دوباره خشم مردم در خیابان کشور باشد. موضوعی که نشانه های آن با اعتراضات دانشجویان و اعتصاب روزهای گذشته دانشجویان دانشگاه امیر کبیر پلیتکنیک تهران به ترس و بیحرمتی مزدوران اداره حراست به حریم دانشجویان دیده می شود. گزارش ها حاکی از آن است که در دانشگاه های مهندسی پزشکی، مهندسی شیمی و مهندسی دریانی استعداد قابل توجهی از کلاس ها تشکیل نشده و ماموران امنیتی با حضور گسترده در دانشگاه جو سنگین امنیتی بر این دانشگاه حاکم کردند. وزیر جانی جمهوری اسلامی در معرض بازداشت در مرز پاکستان توسط اینترپل وزارت خارجه آرژانتین از پلیس اینترپل خواست احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی را به خاطر مشارکت در بمبگذاری سال 1994 در مرکز جامعه یهودیان در باین آیرس که منجر به کشته شدن 85 نفر شد بازداشت کند به گزارش خبرگزاری فرانسه وزارت خارجه آرژانتین در بیانیه اعلام که احمد وحیدی جزء هیئت ایرانی است که همراه با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در حال حاضر از پاکستان و سریلانکا بازدید می کند. با این حال در تصاویری که در خبرگزاری ها از سفر رئیسی به پاکستان منتشر شده تصویری از وحیدی دیده نمی شود. آرژانتین از این دو کشور نیز خواسته که وحیدی را بازداشت کنند. احتمال دارد وحیدی به دلیل ترس از دستگیری به صورت زمینی و فوری به ایران بازگشته است. پیش از این نیز سفر احمد وحیدی به عنوان وزیر دفاع دولت محمود احمدی نژاد به بولیوی درد سرساس شده بود و پس از اعتراض آرژانتین بولیوی از وحیدی خواسته بود که این کشور را ترک کند در بیانیه وزارت خارجه آرژانتین همچنین آمده که پلیس اینترپل به درخواست این کشور هشدار قرمز برای بازداشت وحیدی صادر کرده است آرژانتین پیشتر اعلام کرده بود که وحیدی یکی از اعضای ارشد سابق سپاه پاسداران ایران از طراحان اصلی بمبگذاری آمیاست و این کشور همواره به دنبال استرداد او بوده است بر اساس درخواست نهادهای قانونی آرژانتین اینترپل در سال 2007 برای محسن ربانی و احمد رضا اسقری دوز به ارشد وقت سفارت ایران در بین سایرس قرار توقیف بین المللی صادر کرد این قرارها هنوز نیز اعتبار دارد اتهام آن دو کمک میدانی بود اینترپل برای علی اکبر ولایتی محسن رضایی احمد وحیدی و فلاحیان نیز قرار توقیف صادر کرده بود در آن زمان ولایتی وزیر خارجه رضایی فرمانده سپاه و هیدی فرمانده نیروی قدس سپاه و فلاحیان وزیر اطلاعات بودند سفارت اسرائیل در آرژانتین اواخر اسفند 1370 هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت که جان 29 نفر را گرفت و بیش از 200 نفر را زخمی و مجروح کرد کمتر از سه سال بعد انفجار یک کامیون مواد منفجره در کنار ساختمان آمیا مرکز فعالیت‌های های یهودیان در باین سایرس در 27 تیر 1373 85 نفر را کشت حدود 300 تن را زخمی و ساختمان هفت طبقه را به تلی از آوار تبدیل کرد. همراهان و یاران عزیز به پایان این برنامه خبری تحلیلی از کانال کیوسک رسیدیم فراموش نکنید دیدگاه شما در ارتباط با این اخبار یاری رسان تیم تحریریه کیوسک پس با نوشتن دیدگاهتون و همچنین لایک کردن این ویدیو از تیم خبرگی کیوسک حمایت کنید